اینها سربازان قطعه خاص هرات هستند که امروز سند فراغتشان را به دست آوردند. تعداد آنها 160 تن بوده و اکنون با سلاح‌های سبوک و سنگین آشنایی پیدا کردند. این نیروهای آموزش دیده قطعه خاص هرات از آمادگی کاملشان برای دفع هر گونه عملیات ها سخن می‌زنند و اطمینان می‌دهند که امنیتی بهتر را تأمین خواهند کرد. الحمدلله نن دلته یو سلش په تکاسانو په تعداد د درې میشتنې زده کړو وروسته د معسكراتو څخه چې په محربوي او په هر لحاظ دوی ته زده کړې سوي دي نن خپل نمایشات ترسره کوي او ولس ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله موږ خپل وطن او دفاع ته خپل د ولس دفاع ته آماده او ژمن یو. حکومت مشرانو ته چې زموږ د دولت او زموږ د نظام ضرورت دی انشاءالله موږ دا ټوله ترسره کړي دي او ټوله حرکتونه و کومې وسلې ثقیله او خفیفه دي ټوله موږ انشاءالله یې راکړي. لله الحمد کوم مجاهدین چې زموږ سره استیږي د مختلفو ولایتو دي لکه د هرات د کلوردو مربوطه کوم ولایتونه چې دي کوم دغه چې دي دغو مجاهدین زموږ سره شته نو هغه کې موږ نظامي درسونه ثقیله اسلحه وي ډیسي توپونه نور داسې شیان ټول وښیو چې مجاهدین استفاده ځینې وکړي او استعمال یې زده کړي ټول شیان موږ وښیو. والی هرات که در فراغت این نیروها حضور داشت از مردم خواست فریب رسانه‌های غرب زده را نخورند و نگران مشکلات امنیتی نباشند. به گفته او مرزهای کشور شدیداً تحت نظر حکومت است. به همراه عنوان والی هرات به همراه دو نفر در کل شهر هرات می‌گردم احساس 100% امنیت می‌کنیم. هیچ نوع پریشانی نیست. ملت ما مطمئن باشند که هیچ نوع پریشانی نیست از این اراجیف و مزخرفات فیسبوک و رسانه‌های جمعی متاثر نشوند. در بیرون مجاهدین شما با یک مورال بسیار بلند مرزهای ما در حال محکمگیری است. پسته های مرزی با مشوره وزارت محترم دفاع شروع است. قطعات ما در نقطه های آسیب پذیر هم آماده هر نوع عملیات هستند. اصلا چیزی وجود نداره که ما بخوایم عملیات کنیم. برای دشمنی وحمی خونه میشه که مجاهدین تل مصرف کنند. در خارج چیزی وجود نداره و در اگر وجود داشته باشه با سریع ترین لحظه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان آنها را سرکوب خواهند کرد. با این حال این اولین دوره فراغت نیروهای قطعه خاص ولایت هرات می باشد. وظیفه آنان اشتراک در عملیات های پیچیده و خاص است. از مردی سپین گلان دمو از بیر بد دی خاوری و شکست کری مجبور